خب برمیگردیم به ادامه برنامه. قبل از اینکه ادامه بدیم بریم تلفن‌های دوستان عزیز رو جواب بدیم و ادامه خواهیم داد. خب دوستان عزیزمون، عرضم به خدمتتون، ما علی رو داریم. دوست عزیزمون علی روی خط هستی، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیزم، خادمان عزیز خداوند. سلام عرض می‌کنم. همون که عنوان برنامه شما جفا بر روی کلیسای ایران هست، می‌خواستم شما از جفایی که خودم کشیدم در ایران کوتاه بگم. بفرمایید. من بعد از ایمان آوردنم به عیسی مسیح و قوت روح القدس و روح خدا که فرمانش این هست که بروید و انجیل را موعظه کنید، من در ایران با قوت روح خدا به این کار مشغول بودم. درست. ولی که دوستان اطلاعاتی ما توی ایران به خونه ما اومدن، در صورتی که همسر من و دختر بچه من که من اون موقع تریان بودم، اونها به خونه ما آمدم و خیلی با تختی و فشار که من الان موقع تصور میکنم اونها خیلی خیلی ناراحت میشم و رو یادم میاد و موقعی که من به اونها برگشتم گفتم که خواهش میکنم اینطور برخورد نکنید و خواستم اونها رو دست بزنم و بوس کنم، گفت تو نجس هستی و تو کافر هستی و به ما دست بزن و دست تو از ما دور کن. و من الان پیغامم برای ایرانیک عزیز و دوستان عزیزم این هست که فرق اسلام در مسیحیت و اسلام و مسیحیت اینه که ما تو کافر نمیتونیم، ما هیچ کس رو بد نمیتونیم و در رحمت خدای زنده ما عیسی مسیح روی همه بازه، ولی در اسلام اینطوری نیست. در اسلام همه کافر خونده میشن. من قبلا خودم علی بودم که در حوزه علمیه بودم و در امر معروف کار میکردم و من هم مردم رو جفا میدادم و موقعی که محبت مسیح، محبت روح القدس عزیز به من رسید، من به ایران عزیز برگشتم و اونجا از کسانی که اونها رو اذیت و آزار کرده بودم عذرخواهی کردم و دل اونا رو خریدم و امروز من شکر میگم ایران رو، کلیسای ایران رو، به خاطر برادرم هایک ها و برادرم مهدی دیباج که جانشون رو برای عیسی مسیح دادن و ثمرات اون رو ما میبینیم امروز در کانال پادکست امپاس و جاهای دیگه که برادرم جیلبر و برادرم عیسی دیباج که میان و برکت خدا رو به ما انتقال میدن. واقعا شکر به خاطر کلام زنده خدا که در دوم قرنتیان 1:9 میگه که این زحمات درس خوبی به ما میده که ما متکی به خودمون نباشیم و متکی به خدا باشیم و توکل به اون بکنیم. من همه چیمو از دست دادم و الان در کشور دیگه زندگی میکنم، ولی امید زنده عیسی مسیح با منه. علی جان من یک سوالی دارم ازتون. آیا امروز بعد از حتی گذشت زمان، آیا کینه ای از اون، حالا بگم عزیزانی که این کار رو با شما کردن، در دلتون دارین؟ آیا حس انتقامی در دلتون وجود داره؟ اینو باور کنید، با تمام صمیمیت عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون که روح القدس عزیز، روح مسیح با من کاری کرد که واقعا به معنای واقعی کلام که میگه دشمنای خودتون رو دوست بدارید، من برای اونا دعا میکنم که چشم دل اونا باز بشه و ببینن خدای زنده، خدای محبت که شما عزیزان خداوند در موردش صحبت میکنین کی هست. من برای اونها با تمام صمیمیت همینجا اعلام میکنم که دوستتون دارم و واقعا دوستتون دارم، شما عزیزان هستید، چون که من خودم مسلمان زاده بودم و نمیدونستم، چشم دل من بسته بود، ولی اون رو عیسی مسیح باز کرد و من به دنبال عیسی نرفتم بلکه او به دنبال من اومد و من حقیقت رو دیدم و خواستم که خدای من باشه و خدای خدایان هست. اینو دریافت کردم. الان 11 سال من با اون راه میرم و در این 11 سال به من نشون داده که خدای خدایان هست. خدای محبت هست. خدایی هست که شرمنده میکنه و پر از محبت هست. ممنون از شما که این فرصت دادید که ما در نیون بذارم. مرسی علی عزیز. مرسی از تماست. خدا برکتت بده. واقعا خدا رو شکر به خاطر وجود عزیزانی مثل شما. ممنون از تماستون. قربان. یه تلفن دیگه هم هستش. سیاوش عزیز با ما هستید، بفرمایید. سیاوش عزیز بفرمایید.
سلام به شما عزیزان. سلام عاشون چی دوستتون دارم. مرسی. امیدوارم که تو خدمتتون موفق معیت باشید. خداوند برکتتون بده. متشکرم. من حدود 6-7 سال پیش خداوند رو شناختم. البته همونجوری که برادر ما علی هم گفت، من دنبال خدا نبودم، خدا دنبال من بود. بارها و بارها خداوند خودش رو توی رویا یا به شکلی با من صحبت میکرد و من نمیدونستم این چیه، چه خدایی که با من صحبت میکنه. و وقتی که توی یه خواب من دیدم که خداوند خودش رو اسمش رو معرفی کرد با اصرار من، به خاطر اینکه خیلی دعا کردم گفتم تو اسم و مشخصات تو به هم بگو. بعد از اون از طریق برنامه امید زنده کشیش فریک و کشیش الهام دعای نجات رو خوندم و مدتی دیگه ساکت بودم. خب به خاطر اینکه توی ایران میدونید در واقع مشکلاتی هست که مسائل امنیتی خاصی ایجاد میشه، به خاطر همین من سکوت کرده بودم. البته کلیسا میخواستم برم، ولی به خاطر موقعیت شغلی که داشتم، شرایطی که داشتم، این بود که احتمالاً مشکلات خاصی برام ایجاد میشه. تا اینکه یه بار خیلی دعا کردم و خداوند رو سیا و بلیدت وردار و منم دیگه ایمانم رو علنی کردم. و بعد از اون توسط بسیج چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، از کارم اخراجم کردن و شرایط امنیتی به هم به وجود آوردن که مجبور شدم به خاطر زن و بچه‌ام ایران رو ترک بکنم. حتی توی بیرون از ایران هم خانواده همسرم رو تحت فشار قرار دادن که امکان داشت همسرم زندگیمون متلاشی بشه، ولی خدا رو شد کار خداوند اینه که تقویت میکنه و خداوند تقویت کرد، زندگیمو برکت داد، همسرم ایمان آورد تو شرایط سخت و من خیلی خیلی برکت گرفتم. درست. چیزی که میخواستم بگم اینه که از زمانی که من حرف و کنار گذاشتم و به خداوند استراحت دستور خدا رو عمل کردم، برکات زیادی توی زندگیم اومد. درسته یه سری مشکلاتم توی زندگیم قرار گرفت، من زندگیم زیر و رو شد، یعنی تقریبا همه چیز زندگیم رو از دست دادم، کارم و تمام دارایی‌هایی که داخل ایران داشتم همه از بین رفت، حتی امنیت خودم به خانوادم. ولی چیزی که الان به دست آوردم و میبینم که به دست آوردم خیلی خیلی زیاده، یه برکت بسیار بسیار زیادیه، آرامش زیادیه توی زندگی که اونو هیچ وقت من ترک نمیکنم. چیزی که میخواستم به همه بگم اینه که توی خداوند با قوت باشین، بایستین، خداوند شما رو برکت میده عزیزان همیشه و ترس رو به دل راه ندیم. من البته خب علالقاعده یه آدمم و مثل بقیه هم خیلی جاها ترسیدم، خیلی جاها مشکل پیدا کردم، ولی وقتی که روح خداوند میاد به هم واقعا کارهای انجام میدم که حتی من به تنهایی به صراحت میگم جرعتشو ندارم انجام بدم. درسته درسته. سیاوش جان یه سوالی دارم، البته تو صحبتاتون تقریبا بهش اشاره کردی، ولی میخوام ببینم که بیشتر دوستان بینندگان برنامه این رو بشنون که آیا با تمام این سختی‌هایی که در زندگیتون گذشته امروز به پشت سرتون نگاه میکنین، آیا نقشه‌ای رو میبینین از طرف خداوند که برای شما بوده یا خیر، یا هیچ برکتی از این قضیه نمیگیرین؟ میدونم سخته، دوران سختی رو گذروندین. من واقعیتش یه جای دیگه هم اینو سوال کردن ازم که آقا تو زندگی تو از دست دادی، کار دارایی همه چی تو عاقلانه بود کاری که انجام دادی، رفتی توی مذهب، حالا من باور ندارم مذهب، من ایمان عنوان میکنم، ولی اونا میگفتن رفتی توی اقلیت مذهبی که خیلی از حقوقت از دست دادی، حقوق اجتماعی تو. بله. من جوابی که نداشتم بدم، دعا کردم و خداوند اینو به هم گفت که خیلی کارهای خداوند رو عقل و منطق ما قرار نگرفته. داستان موسی رو به صراحت گفت که من این کار با موسی کردم،
شما وقتی خودتون رو جای موسی میذارین، وقتی که به عنوان یک شاهزاده ول کرد همه چیز رو، گفت من تو گروه یه مجموعی هستم که برده هستم توی مصر، و به اون شکل همه چیز رو ول کرد، منطقی جفت جور در نمیومد. درسته. ولی نقشه خداوند رو شما کتاب مقدس امروز میخونین، میبینین همه چیش منطقی. درسته. ولی به هر جهت خداوند، من ایمان دارم که برای هممون نقشه های خوبی داره و خوشحالم از این که این نقشه ها رو اجرا میکنه. خدا رو شکر. میخواستم فقط اینو بگم که من از مسئولین جمهوری اسلامی هیچ کینه‌ای ندارم. درسته. اما میخوام بگم خودتون اصولی رو رعایت، خودتون اصولی رو بنا گذاشتین، اون هم قانون. متاسفانه ما سیاوش رو درسته صدای شما از دست دادیم. اگر بتونیم وصل کنیم مجدد سیاوش رو ممنون میشیم. ما دوباره برخواهیم گشت به تلفن هایی که داریم، ولی به خاطر اینکه دوباره وقت رو از دست ندیم، صحبت های هفته گذشته رو با هم دیگه اگر ادامه میدیم بد نمیشه. ما هفته گذشته یک مسئله ای رو خیلی بهش تاکید فراوان داشتیم، به خاطر اینکه الان به خاطر تبلیغاتی که وجود داره، حالا پیشفرض‌های اشتباهی که در بین ایرانیان وجود داره، اینطور به نظر میاد که مسیحیت یک محصول، یک دینی هستش محصول کشورهای غربی اروپایی، و ما ایرانی ها به هیچ وجه با دین مسیح، با مسیحیت در واقع، با ایمان مسیح آشنا نیستیم، و هر کسی که الان داره مسیحی میشه نسل بسیار تازه هستش، و به قول یکی از عزیزان امروز توی برنامه گفت نوکیشان خیلی دارن روی این مسئله، این واژه تاکید میشه، ولی ایمان مسیح یک ایمان بسیار قدیمی هستش توی سرزمین ما ایران. و ما برگشتیم هفته دو هفته گذشته صحبت کردیم سر این مسئله که ریشه های ایمان مسیح از زمان اعمال رسولان، که ایرانیان حاضر بودند در سر صحبت های پتروس رسول در روز پنتیکاست، از اون روز شروع میشه تا به بعد. میبینیم که نه تنها مسیحیت گسترش پیدا میکنه در سر تا سر امپراتوری ایران، بلکه ما مردان بسیار بنامی رو، مسیحیان و خادمان بسیار بنامی رو داریم در طی تاریخ که تأثیرات بسیار مهمی رو در ایمان مسیح و گسترش ایمان مسیح در سرزمین ایران داشتن. از تاتیان صحبت کردیم، از افراهات صحبت کردیم، از یعقوب صحبت کردیم، یعقوب نصیبین صحبت کردیم که توی شورای نیقیه حتی این شخص حاضر شده بود به عنوان یکی از اسقفان کلیسای ایران، و امضای اسقفان ایرانی رو در این اعتقادنامه نیقیه داریم برای تایید اینکه ما میپذیریم این اعتقادنامه رو. برای ما و ما دانشگاه الهیات داشتیم در قرن دوم میلادی، تاتیان بود زیر پایهای جاستین شهید تعلیم میگیره. می‌بینیم ما ید طولایی داریم در ایمان مسیح، یعنی مسیحیت چیز تازه‌ای نیستش الان توی ایمان مسیح. می‌خوایم یه مقدار بیشتر روی این مسئله تاکید بکنیم و بگیم که مسیحیت دین بسیار قدیمی یا ایمان بسیار قدیمی است که ریشه داره در کشور ما ایران. درسته. همیشه این تصور بوده که یک شخص خارجی به قول معروف اومده بشارتی در ایران داده.